دانشمندان به تازگی نتایج گزارشی ناامید کننده درباره وضعیت حفاظت از طالب پانتانال در آمریکای جنوبی را منتشر کردند. پانتانال بزرگترین طالب گرمسیری جهان است. طبق این گزارش در سال 2020 حدود 17 میلیون مهره‌دار از 300 گونه جانوری شامل خزندگان، پرندگان و انواع مختلف میمون‌ها بر اثر آتش‌سوزی در این تالاب جان خود را از دست دادند. بخش عمده‌ای از تالاب پانتانال با وسعت 140 تا 160 هزار کیلومتر مربع در برزیل قرار دارد. اما این تالاب تا کشورهای پاراگوئه و بولیوی نیز گسترده شده است. تالاب پانتانال را یکی از مناطق دارای بیشترین تنوع زیستی در منطقه می‌دانند که هزاران گونه جانوری از جمله جگوار، مورچه خوار و پرندگان مهاجر در آن زندگی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 22 هزار آتش‌سوزی مجزا از ژانویه تا نوامبر 2020 30% از تالاب پانتانال را از بین برده. اتفاقی که باید هشداری جدی برای حفاظت از بزرگترین زیستگاه‌های گیاهی و جانوری جهان تلقی شود. تالاب پانتانال به طور طبیعی دچار آتش سوزی می شود، اما در سال 2020 میزان آتش سوزی ها در این تالاب بسیار بیشتر از سرعت بازسازی مناطق آسیب دیده از آتش بود. محققان وسعت این آتش سوزی ها را که به طور مستقیم با یک ابر خشک سالی در آن زمان مرتبط بود غیر معمول توصیف کردند. در میان جانداران قربانی شده مارها بیشترین تلفات را متحمل شدند. محققان میگویند از بین رفتن مارها در این منطقه که شکارچیان طبیعی پستانداران کوچک و قورباغه ها هستند، ممکن است به شکل غیر قابل تصوری اکوسیستم این تالاب را دچار عدم توازن کند. علاوه بر تالاب پانتانال، جنگل های آمازون هم که یکی از بزرگترین جنگل های بارانی جهان است در خطر قرار دارد. با اینکه سرعت جنگل زاده در آمازون نسبت به سالهای گذشته روندی کاهشی داشته، اما بیش از 10,000 گونه گیاهی و جانوری در این جنگل با خطر انقراض روبرو هستند. طبق آمارها جنگل زاده باعث شده وسعت جنگل های آمازون که بخش عمده ای از آن در برزیل قرار دارد بیش از 35% کاهش پیدا کند. این در حالی است که آمازون را یک سد دفاعی مهم در برابر تغییرات اقلیمی می دانند که مقادیر زیادی دی اکسید کربن را به خود جذب می کند. آمازون علاوه بر جنگل زدائی با وقوع آتش سوزی هم مواجه است و تعداد آتش سوزی ها در آن در مقایسه با دهه های گذشته بیشتر شده. افزایش تعداد آتش سوزی ها در نقاط مختلف جهان را جزو محسوس ترین نتایج تغییرات اقلیمی می دانند. روندی که می تواند در آینده نتایج ویرانگر بیشتری برای بزرگترین زیستگاه های گیاهی و جانوری جهان داشته باشد.